الان نیان ببرنم. آفتاب به خونه ما نمیتابه. اینجا پنجرمون رو به یه دیواره که روش به یه دیواره، اون یکی دیوارم رو به یه دیواره، دیوار بعدی هم کناره یه دیواره، بعد از اون دیواره هم یه دیواره که روش به یه دیواره که پشتش به یه دیواره که باز اونم چسبیده به یه دیوار. ولی فکر میکنم خیلی بیشتر از ایناست. البته من همشو نتونستم بشمرم چون اجازه ندارم از اون دیوار آخریه که سنگیه جلوتر برم، همون دیواره که مقدسه، همون که شفا میده. از اونجا تا پیچ کوچه هم 5 تا دیواره که سر جمع میشه 13 تا. میدونم نحسه، ولی آقا میگه که اگه تو خونه بمونی نحسیش دامن تو نمیگیره. میگم مگه نحسی مربوط به مکانه؟ میگه نه، مربوط به زمانه. میگم یعنی تا ابد گرفتارش شدم؟ میگه نه عزیزکم، تا وقتی که وقتش باشه. میگم وقتش کیه؟ میگه سنت کمه. میگم مگه به سن فهم آدم به عقله؟ میگه زن که عقل نداره. میگم مگه به جنسه؟ میگه مرد مرده. مامانم میگه قصه نخور، درست میشه. میگم مگه اشتباهه؟ میگه خدا بزرگه. میگم یعنی صدامو میشنوه؟ میگه عجله کار شیطونه. میگم یعنی باید صبر کنم؟ میگه تا قسمتت چی باشه. میگم از کجا بدونم قسمتم چیه؟ میگه دعا کن. میگم تو دلم یا بلند بلند؟ میگه دخترکم صدای زنو که کسی جز خدا نمیشنوه. معصومه خانم میگه آقا تق داره، دختر برکت خونه است، از خونه که بره برکت میره، برکت بره شومی میاد، صفا میره بلا میاد، خدای وقت قهرش میشه، فرشته ها از روی بوم پر میکشن، شیطون لای جرز دیوار خونه میکنه، تا اون میاد مرض میاد، گری میاد، کوری میاد. حق داره آقات، دختر به سن تو باید بشینه خونه، خانوم باید خودش بخواد. قربونش برم، اگه گاهی هم نگاه به ما کنه حاجت به خیر میشیم همه. میخوام بگم معصومه خانوم، یهو دهنش باز میشه، پوستش کبود میشه، سیاه میشه، سفید میشه، بزرگ میشه، میاد جلو، تو صورتم توف میکنه.
یه بار که خواستم حرف بزنم بال در آورد و رفت نشست بالای درخت. انگشت اشارش قطع شده بود، کف پاهاش پر از تاول بود و هنجرش سالها بود که خاموش شده بود. نمیتونستم ببینم داره به کجا نگاه میکنه، نمیتونستم ببینم داره به کجا اشاره میکنه، نمیتونستم بفهمم که ترسیده یا رنجیده یا دیگه بریده. ولی نور انقدر شدید بود که همه ی آسمون شب رو روشن کرده بود. انقدر نور شدید بود که میشد فهمید یه جا آتیش گرفته. چه بادی داره میاد، بارون که میگیره خاک گل میشه. هی گلو بکن بکن بکن، باز لیز میخوره. من یه پزشک بسیار موفقم، یه جراح گوش و حلق و بینی و مغز و اعصاب و قلب و ریه و عروق و غدد و معده و روده و داخلی و خارجی، زیبایی پوست و جراحی پلاستیک و دماغ سربالا و گونه های بزرگ و لبای بزرگ و چیزای بزرگ و این ور بزرگ و اون ور بزرگ و بزرگ و بزرگ و بزرگ، خیلی بزرگ. یه سوپرمارکت بزرگ. این چطوره؟ من یه سوپرمارکت دارم، جنسای درجه یک، همه خارجی، یه بهشت مصرف بزرگ، همه چی دارم، شیر مرغ و جون آدمیزاد که دیگه قدیمی شده. وقتی میگم همه چی یعنی همه چی، از اون سوپرای اون بالا بالاها، میدونید که کدوم ها رو میگم، از اونا که مشتریاش همه مشتریان، که وسواس دارن ولی زیادم براشون فرقی نداره، که قیمت روی اجناس رو نگاه نمی کنن. البته خب چرا باید نگاه کنن؟ من قرار بود مهندس شم، پدرم دلش میخواست، همیشه میگفت باید سعی کنی دنیا رو بسازی، دنیا رو بساز، سعی کن یه مهندس واقعی باشی، نه از این الکی ها. بچه بودم وقتی پدرم حرفی زد احساس میکردم خدا داره با هم حرف میزنه. فکر میکردم هیچی تو دنیا مهمتر از ساختن نیست. زیاد فکر کردم ولی شک نکردم، تخیل کردم، تصمیممو گرفتم. میخواستم برج بسازم، جاده بسازم، پارکینگ بسازم، سد بسازم. فعل ساختن، باید یه کاری میکردم. اما نمیدونم چی شد که یهو همه چی خراب شد. نمیدونم چی شد که پدرم مرد. نمیدونم چی شد که دیگه میلی به ساختن نداشتم. نمیدونم چی شد که رفتم دانشگاه. نمیدونم چی شد که عاشق شدم. نمیدونم چی شد که اخراج شدم. نمیدونم چی شد که افسرده شدم. نمیدونم چی شد که دیگه نتونستم تخیل کنم. نمیدونم چی شد که دیگه نفهمیدم دیگه چی شد. نمیدونم چی شد که همه چیز تغییر کرد، ولی نه اون جوری که من میخواستم، نه اون جوری که دوست داشتم، نه اون جوری که باید، نه اون جوری که ضروری، نه اون جوری که لازم، نه اون جوری که کافی. یه جوری همه چیز تغییر کرد که نمیدونم چی شد دیگه به تغییر فکر نکردم، دیگه به هیچی فکر نکردم. تخیلم که دیگه راه نداشت، قید سرکشیرم که باید میزدم، اعتراض که دیگه هیچی، بلند بلند نه آقا صدا تو بیار پایین، میشنوم. ولی باید یه کاری میکردم، یه کار
از اون به بعد بود که شدم یه آدمه. حالا بذار ببینیم چی میشه. ای بدک نیستم، یکم دیگه شروع میکنم. ای همچین الان که نمیشه، بذاریم برای یه وقت دیگه. اینجا که نمیشه از این کارا که صبر کن ببینیم بعد چی میشه. حالا بدک نیست، فرقی نمیکنه، من که نظری ندارم، اینم میشه. برنامه کنیم ببینیم، اما الان نمیرسم. همین جوری بود که شدم آدمه یه کمی. دیگه از هر چیز فقط یه کمی میخواستم. یه کمی آب، یه کمی غذا، یه کمی جای خواب، یه کمی آزادی، یه کمی شرایط بهتر، یه کمی وضع اقتصادی بهتر، یه کمی حرف بیشتر، یه کمی عشق نابتر، یه کمی خشم کافیه، یه کمی مدرک، یه کمی شیطونی، یه کمی هم تفریح، یه کمی هنر، یه کمی سیاست، یه کمی روشنفکری، یه کمی صداقت، یه کمی دروغ، یه کمی زندگی، یه کمی مرگ. زمان داشت میگذشت. داداشم رفته سفر. صبح که میشه اتاق من بیافتابه، شب که میشه بیافتابه. مستطیله یه شکل کوچیک میشدن، بزرگ میشدن، تار میشدن. همومون کوچیکه. یه قولی داد، گفت بر میگرده، با پول میاد، گفت دیگه تنهام نمیذاره، بازم با هم میریم بیرون چرخ میزنیم، بازم میریم. هر روز دم غروب میرم یه شمع روشن میکنم، فقط همین، بقیهش همش دارم کار میکنم، لیف میبافم. آقا میگه پولش کمه، ولی لیفی که دختر میبافه حلاله. نونش کمه، ولی مدامه. همش دارم فکر میکنم داداش که برمیگرده چی بپوشم ببینه. دیر کرده. من که دلم نمیخواست، من که همش گوش کردم، من که همش سکوت کردم و خیره شدم به دهنش، به حرفش. من که همش داد زد، من که همش سیلی زد، من که نگفته بودم که نمیدونم اصلا چی بوده، من که همش انتظار کشیدم، من که همش یک گنج پوسیدم. پاشو.
بله. بشین. بله. بخواب. بله. خودتو بپوشون. بله. چراغ روشن نذار. بله. غذات نسوزه. بله. قلبت نتپه. بله. چشمات نگرده. بله. دستت نخواد. بله. صدا در نیاد. بله. گوشات نشوه. بله. دم در نرو. بله. بیرون نرو. بله. کارتو بکن. بله. لیفتو بباف. بله. سرت پایین. بله. دم تکون نده. بله. پرواز نکن. بله. اوش نگیر. بله. دستتو به حریر تن هیچ مردی نزن. بله. بارون رو تنت نشینه. بله. باد تو گوشات نخونه. بله. موج به موهات نشینه. بله. آفتاب به پوستت نخوره. بله. فقط بگو بله. بله. بلندتر بگو بله. بله. به میزانی که ضرورت اجتماعی به صورت رویا در می آید، رویا هم ضروری می شود. نمایش رویای شوم جامعه مدرن زنجیره‌ای است که نهایتاً بیانگر چیزی جز میل خوابیدنش نیست. نمایش نگهبان این خواب است. خوابی سنگین که توان برخواستن از آن نیست. پس از دست رویا کاری بر نمی اومد جز این که منو بیشتر به خواب فرو ببرد. حالا وقتش بود که علیه رویاهام دست به کاری بزنم. باید تخریب میکردم. تخریب کردم. ویرانه ها منو با خودشون بردن. باد منو با خودش برد. بادی که از لای ویرونه ها میگذشت و صدای مهیبش میپیچید توی گوشم. دونه دونه رفتند. دونه دونه رفتیم. رفتند که برگردند. دونه دونه بر نگشتند. دونه دونه موندند. اونجا، هر جای دیگه، بارون گرفت، شدم جغده بارون خورده، شوم، شکست خورده، رها شده، خسته، خسته. باید یه کاری میکردم. اما وسواس گرفتم، اسپاس گرفتم، تنگی نفس گرفتم، شدم یه آدم عصبی، یه آدم قرقرو، یه آدم شاشو. هر جا میرفتم تو صف توالت بودم، همش استرس داشتم، درد داشتم، مرض داشتم. این وسط ها همه عاشق میشدم، الکی، راستکی، نیمه، کامل، آسمانی، زمینی، زیرزمینی. یهو نگاه کردم دیدم صدام داره میپیچه تو گوشم. یهو نگاه کردم دیدم صبح نمیتونم از خواب باشم. چرا باید از خواب باشم؟ چرا باید از خواب باشم؟ خوابم سنگین شد. خوابم کابوس شد. جای روز و شب آروم عوض شد. روزا در خواب و شبا بیدار. روزا خسته، شبا انقدر فکر کردم که یهو دیدم دارم خود ارضایی میکنم، با خودم، با بدن دیگری، با کتاب، با فیلم، با موسیقی، با سیگار، با کافه، با دوستان، با لبخند، با نگاه، با حرف، با دست، با پا، با باد، با آب، با خاک، با آتش. چه بادی داره میاد. بارون کارو سخت میکنه. هوا باید خوب باشه، آفتاب باشه، دشت باشه، دمن باشه، گل باشه، باغ باشه.
من بزرگترین باغ دنیا رو دارم، بزرگترین و سرسبزترین باغ دنیا، همه میوه های دنیا، همه. وقتی میگم همه میوه ها یعنی همه میوه ها، حتی همه درخت ها، همه گلا، همه مگس ها، همه پشه ها، همه آفت ها، همه زباله ها. باغم انقدر بزرگه که میشه همه آدم های دنیا رو توش چال کرد، با فاصله مناسب البته. باغم انقدر بزرگه که از باختران تا خاوران تا چشم کار میکنه سنگ قبر، تمام باغ من پر از سنگ قبر. چقدر باشکوه. تمام باغ من پر از قصه، پر از شعر. میتونم هر روز برم سراغ یه قبر و سال تولد و مرگشو نگاه کنم و بیام بشینم تو ایوونم و در حالی که دارم به همشون نگاه میکنم به قصه اون آدم فکر کنم تا غروب خورشید، بعد بخوابم و باز فردای قصه دیگه. حتی میتونم یه وقتایی نهارمو ببرم بالای قبرا بخورم، فرش و زیلو میبرم اصلا، چای و شیرینی و متکا و یه پتو که سردم نشه یه وقت. آی والا منشان، اون کوتاه هست. ما اگر زندگی میکنیم برای آن است که قدم بر سر پادشاهان نهیم. آفتاب به خونه ما نمیتابه اینجا. صبح با صدای مادرم از خواب پا میشم. صدای مادرم یعنی صبح، یعنی یه لقمه نون، یعنی کار، یعنی زودتر باید پاشم وگرنه آقام میاد سراغم. نه نمیخوام آقام بیاد سراغم، پا میشم چون تا پا نشم آقام از خونه بیرون نمیره، تا سه تا بله ازم نشنوه بیرون نمیره. کارتو میکنی 5 تا برای امروز؟ بله. غروب که شد شم یادت نره. بله. چیزی نشوم.
بله. مادرم همیشه زمین رو نگاه میکنه. سالی فقط دو بار به من نگاه میکنه، یکی بعد سال تحویل، یکی روز ولادت خانوم. اون دوبارم انقدر تو چشماش اشک جمع میشه که سال هاست نمیتونم ببینم ته اون چشما چیه. نمیتونم عاشقش باشم نه متنفر، ولی میدونم یه مرده داره اون پشت جون میکنه و ازم میخواد که ببخشمش. برای همین سرمو میندازم پایین و نمیذارم دردمو بقاپه. نمیذارم بهم حالی کنه که مجبوره، نمیذارم قانعم کنه که چیزی نیست، که درست میشه. نمیذارم ببینه که وحشت چشمام به مهر دختری بدل میشه. نمیذارم فکر کنه که هنوز فرصت داره. نمیذارم لبخند رو لباش بشینه. چشم دزدیدن که همیشه گریز نیست، یه جور مقاومته، یه جور شرمه که همیشه تو چشمای دو برادری که هم دیگر رو میکشن فقط تو چشمای یکیشون دیده میشه. نگاهمو ازش میدوزم تا بهش نشون بدم هنوز یه شرمی تو وجودمه که تو وجود اون مرده. اتاق، راه رو، توالت، آشپزخونه، اتاق، 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 توالت، راه رو، آشپزخونه، سقف و فرش و دیوار، 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 سقف، سقف، کوتاه، 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 خوشا به حال نوادگانی که هرگز نزادم. تا این چنین خمیده بر زمین، طبیعت انسان را فرتوت گردانند، نسل از پی نسل. من که این چنین بر پشت میکشم گوجه درماندگیم را، چگونه نشکنم از شرم خیش که یقین بر سائقه کردم تا به دست او شاید بشکند این سقف دروغین. آنگاه که باد موافق بر این سقف گذر کرد و وحشت زیر سقف را ندید، دانستم که آسمان همه ابرها را رام خود کرده. تا مبادا خشمشان چون صاعقه بتازد بر ظلم زمین. آنگاه دانستم که هلاک من جز به دست من نیست. اما هماندم خود را شکست استخوان یافتم زیر خشمی آهنین. پیمان پنهانی را آدم با خدا بسته بود. بوروکراسی الهی، سلسله مراتب قدردانی از پایین رتبه ها در روز داوری و البته زمین در تاخت و تاز مطلق آدمی. آدمی که هر زبانان را با واژه مرد یکی میگیرد تا از پیش تکلیف سلطش را با ما روشن کند، سرنوشت مهر تایید بر آن میزند و کیهان تاریخ رنج را بر ذهن خیش حک میکند. تاریخ رنج من. خوشا به حال نوادگانی که هرگز نزادم. خوشا به حال آنان که سخت میشوند از خاطره جهان، و بدا به حال آنان که لحظه ای چشم بر آفتاب بدوزند که از آن پس زندگیشان مرگاسا خواهد بود. تا نترس، نترس، عجیبه، ما هنوز از رعد و برق میترسیم، ما هنوز از صداش میترسیم، از خورش سهمین این طبیعت بیمنته، از نفرینش میترسیم، از خروشش میترسیم، از عظمتش میترسیم، از عصیانش میترسیم. هزاران ساله که میترسیم. محبوب من نترس، محبوب من نترس، جهان زیباتر از آن ماست، آینده از آن ماست. محبوب من نترس، خیابان از آن ماست، همه جا
هر زمان، هر مکان، هر ایده، هر عشق، هر شکست از آن ماست. برج ها فرو ریختن، بانک ها ویران شدن و خورشید دیگر بار بر دریاچه خون ما میتابد. پس ای زیبا، محبوب من، از چیزی نترس. میشنوی؟ این صدای هم همه اشباح است. یه چند وقت گذشت تا فهمیدم که یه چند وقت گذشته، که تو این چند وقت فراموش شدم، که دیگه کسی با هم حرف نمیزنه، دیگه کسی با هم نمیرخصه، دیگه کسی برام داستان نمیگه. یه چند وقت گذشت تا فهمیدم که این چند وقت بیشتر از 10 ساله. تو آینه نگاه کردم، تو آینه به من نگاه کرد، بهش نگاه کردم، به هم نگاه کرد. دقیق شدم، دقیق تر شد، جدی شدم، جدی تر شد. رفتم جلو، اومد جلوتر. تعجبم از خط و خطوط و شکستگی و چروک شدن پوست نبود، تغییری نکرده بودم. خب معلوم آدم سنش میره بالا، قیافشم شکسته تر میشه، این که تعجب نداره. هی بری جلو آینه بگی وای پیر شدم، شکسته شدم، نمیدونم موهام سفید شد، نمیدونم اینجور شدم اونجور شدم. اونوزم فلانی جون میگفت چقدر شکسته شدی، اون یکی فلانی جونم میگفت یکم به خودت برس. به خودم برسم؟ چه جوری به خودم برسم؟ برم سفر، برم تو دل طبیعت، برم جنگل، برم کویر، اسید بزنم، ماشروم بزنم، برم یوگا، شواسانا، برم ویپاسانا، مدیتیشن کنم، برم اسکی، برم باشگاه، فیتنس، بگم فیتنس، برم دور همی، برم وسط همی، برم رو همی؟ تعجبم از یه چیز دیگه بود. من به تصویر خودم تو آینه عادت داشتم، باهاش بزرگ شده بودم، باش همه لباسامو قبل از بیرون رفتن هماهنگ کرده بودم، باهاش حرف زده بودم، قیافمو جلوش درست کردم، جلوش خودمو دید زدم، جلوش مسواک زدم، جلوش جغ زدم، جلوش رقصیدم، جلوش بوسیدم، جلوش بازی کردم. تعجبم از یه چیز دیگه بود. اولین بار بود که دلم میخواست بغلش کنم، دلم میخواست صورتشو بگیرم و محکم ببوسمش. منو بوسید، چشمام سیاهی رفت، قلبم نزد، دستم سرد شد، پاهام لرزید، افتادم. از پشت، از بالا، از بلندی. صدا داد، ولی نشکستم. وقتی بلند شدم دیدم هیچی تغییر نکرده، هیچی تغییر نمی کرد. هر کاری می کردم، هر اتفاقی می افتاد، هیچی تغییر نمی کرد. باید یه کاری می کردم. Thank you.
داداشم توی تصادف مرد تو جاده بیرجند، وقتی که دو روز مرخصی گرفته بود که تو هوای خرداد بیاد خواهرشو ببینه و یاس سفید بریزه رو سرم، دستمو بگیره و مثل یه کوه منو تون تون بکشه پشت سرش، من سبکشم تو باد و خیز بردارم تو آسمون و بچرخم تو ابرها و برم تو سرزمینی که پر از لاله های سرخ و قرن هاست بوی بارود تو هواش نمی پیچه، سرزمینی که توش دست ها دراستر از پاها نیست و زخم تاریخ به پا زهر برادری التیام یافته، اندوه رشته عمومی جان هاست و درد در اشتراک خیش بی اثر گشته، ارزش هیچ مازادی در چرخه خود نداشته و همه هنوز معنای همه می دهد و انشقاق فکر استیلایی نمی شود به حکم خون. دیر کرده، سرم پایین بود، صدای در رو شنیدم، صدای پا شد، چای حاضر نبود، زودتر برگشته بود، بیقرار بود، میرفت میومد، دویدم تو آشپزخونه، کتری رو آب کردم، گذاشتم رو چراغ، قلبم میزد، تون تون نمیدونم چرا، تا کبریت رو زدم دوتا ماره پنج سر خزید رو سینه هام، به خودم لرزیدم، هر بشتا سرشون رو فرو کردن تو تنم، رفتم عقب، خوردم به یه منحنی بزرگ نم، کبریت افتاد رو پام، سوختم، اومدم آب بکشم، که یکی از مارا همون موقع افتاد رو دهنم و همه یه صورتم رو جمع کرد تو خودش و منو با خودش برد تو تاریکی، برد تو اعماق زمین، تو سردابه های نمور وهم‌انگیز، جایی که پر بود از مستطیلای همشکل بیرنگ، تقدیر شبیه خون زد به جونم و سرم محکم خورد به دیوار، یکی از مارا همون موقع افتاد تو موهام و منو چسبون به شبه که گرمای تن آدمی ها داشت و شعله وار بود از آتش دوزخ، دستم رو به جلو خیز برداشتن تا شاید گره بخوره به یه چیزی که منو جدا کنه از اون هیولایی که میخواست روحم رو به دوزه و داشت از همون جایی وارد تنم میشد که مادرم گفته بود همه یه چیزیه که از دنیا دارم. درد تو سرم پیچید و یه طرف صورتم محکم چسبید به زمین سردابه یه نمور، فقط با چشم چپم میتونستم ببینم که همه جا پر از مستطیل یه شکله، هیچ صدایی نمیاد، ولی من چرا همش فکر میکنم یه صدایی میاد، وقتی وجدان درد میگیر آدم همه یه صداهای جهانو بلندتر میشنوه، هر حرکتی که رخ میده، هر مولکولی که جا به جا میشه، هر سلولی که میمیره، هر گیاهی که روش میکنه، هر سوسکی که رو دیوار میخزه، هر نگاهی که رو دیوار خیره میمونه، هر قلبی که از تپش میمونه، هر دستی که توی جیب میجنبه، هر رحمی که نطفه میبنده، هر صدایی که تو گلو خفه میشه، هر نفسی که بریده میشه، یه چیز صدا داری از سمق تاریکی با سرعت زیاد ولی آروم آروم میاد میچسبه رو گوشت،
انقدر موزیه که تا میای ببینی چی شنیدی ساکت میشه و بدل میشه به یه ترس و از رو گوشت سرریز میشه به مغزت و هوری میریزه تو قلبت و راه نفست و میگیره هرچی خودتو کنترل میکنی باز میلرزی تا میخوای دوباره با دقت گوش بدی ببینی واقعا صدایی از عمق تاریکی اومده یا نه و خیالت راحت بشه که اشتباه کردی و وهم برات داشته اون صدا بیشتر تو تاریکی فرو میره بیشتر فرو میره بیشتر فرو میره تو شکت یقین میشه ولی نطفه یه هولناک اون صدا تو دل تاریکی مثل یه چیز رازآمیز تو وجودت میمونه تو دیگه هیچ وقت خیالت راحت نمیشه ولی ذهنت میگه دیگه به هر صدایی واکنش نشون نده اما یه وقتایی یه صدایی بین همه اون صداها تکرار میشه که نوتش رنگش لحنش حجمش تیزیش دردش با بقیه صداها فرق داره یه صدایی که خوب میدونه که بهش گوش میدی میبینه که هر وقت میاد میترسونتت میدونه که میتونه آزارت بده میدونه که نمیتونی در برابرش مقاومت کنی چون وقتی بهش عادت میکنی میفهمی داره بهت چی میگه اون جوکر رو شنیدین که یه روز یه ترک یا نمیدونم شاید لور بود یا اصفهانی بود یا رشی بود نمیدونم میره پیش یه ترک یا نمیدونم باز اونم شاید لور بود اصفهانی بود رشی بود نمیدونم چی بود حالا مهم نیست بهش میگه که تو اگر حالا مهم نیست اون یکی تو جواب بهش میگه که یه بایی سوال یادم نیست بلد نیستم بخندونم کار سختیه نمیتونم بحثو عوض کنم اگه ملال آوره قصه ای حسین کرد و بلد نیستم افسانه و حکایت و نمیتونم جور دیگه ای بگم فقط یه جور میتونم صحبت کنم فقط راجع به یه چیز ولی همه چیز یه پرسش بیشتر ندارم یه خواسته بیشتر ندارم یه فکر بیشتر ندارم یه شعار بیشتر ندارم همه چیز دیگه برام تکرار هموناست دیگه همه چیز برام وفاداری به هموناست و بیگمان زمانه ما تصویر چیزی را به خود آن چیز نسخه کپی را به نسخه اصل بازنمود را به واقعیت و نمود را به بود ترجیح می دهد آنچه برایش مقدس است وهم است و بس اما آنچه نامقدس است حقیقت است از این هم بهتر هرچه حقیقت کاهش و توهمات افزایش می‌یابد مقدسات در نظرش بزرگتر می‌گردد آنچنان که اوج توهم برایش همانا اوج تقدس است من نمی‌خوام فراموش کنم ولی دلم هم نمی‌خواد به یاد بیارم پس فراموش میکنم اما نمیبخشم هیچ وقت نمیبخشم ولی نمیتونم فراموش کنم میخوام ولی نمیتونم خواستن توانستن نیست دروغه باید بتونم بخوام اینطوری بهتره ولی چجوری باید شروع میکردم چجوری باید میرفتم زیر بار همه چیز؟ چجوری باید تاب میووردم؟ مگه میشه هر روز انکار بشی و بخوای اثبات کنی؟ مگه میشه این نقضت کنن و بخوای نقضشون کنی؟ چجوری میشه دفنت کنن باز داد بکشی؟ باید تکثیر میکردم باید تکثیر میشدم
پس تکثیر کردم. مکبس وقتی شکست خورد که ناممکن ممکن شد، که جنگل حرکت کرد که مستقیم رفت به سمتش. حقه بود ولی اون باور کرد، خطای دید بود ولی اون ترسید. باید تکثیر میکردم تا از دور بترسونم، باید خودم رو استتار میکردم. ولی با چی؟ با کی؟ اصلا چی رو تکثیر میکردم؟ تولید مثل که زمان میبرد، پیر میشدم، بعد دیگه کسی باقی نمونده بود برام. اصلا رفتم سراغ مرده ها، رفتم سراغ جنازه ها. وقتی دختر بابا میشه زن بابا و زن بابا میفهمه که دختر مامان شده زن بابا و فقط به همین راضی میشه که بشه مامان دختر و خودشو کنار بکشه و نذاره کسی بفهمه دختر بابا شده زن بابا و بابا به دخترش بگه که باید منتظر بمونه تا یه مردی بیاد، چون فعلا هیچ مردی نیومده تو میشی زن بابا و دیگه هیچ مردی پاشو توی این خونه نمیذاره. تو میفهمی که قرار نیست هیچ وقت هیچ مردی پاشو توی این خونه بذاره و تو برای همیشه شدی زن بابا و مامان فقط سکوت میکنه و عشق میریزه و برد میخونه زیر لب. شبها قبل از اینکه مامان بیاد تو باید بری تو بغل بابا و مامان به عمد از قبرستون دیر میاد. بعد از اینکه تو زیر فشار صف خیره شدی به دیوار و نمیتونی تشخیص بدی درد و از لذت و گنداب گنداب زهر کشنده میریزه تو تن تو، صدای نفسهای بابا میشه زنگ رهای تو. مادرت بهت میگه امشب سرد بود، کسی سر خاک نیومده بود و چیزی نصیبش نشده از معرکه گیریش و این تمام حرفیه که به جای تسلی میشنوی. بعد باید بری شام آماده کنی و قبلش قوز کنی و کپه یه مرگتو بذاری، یعنی باید بری و بی هیچ حرفی بمیری، یعنی باید بری خودتو دفت کنی و تنتو بدی به خاک تا لایه لایه ببلعت تو. بار آخر که از پیچ کوچه پیچی تا بره و دیگه هیچ وقت نیاد، مثل همیشه برگشت نگاه هم کرد، دست چپشو برد بالا و لبخند زد، با دست راستش به دست عیسی کش پیچی داد و سرشو برگردوند و برای همیشه شد یه تصویر از پایان زندگی من. وقتی خبر مرگشو دادن من موندم و یه مادر و یه پدر و یه شوهر و یه هوو که هی مدام نقشاشون رو عوض می کردن.
مگه من جز یه رویات چی داشتم از این زندگی؟ تقاص گناه اجدادمو داشتم پس میدادم یا آه بچه‌های نزادم منو گرفته بود؟ چرا باید نقش همه زنا رو یه جا بازی میکردم؟ وقتی برادرم رفت آقام خیالش راحت شد که میتونه نگاه های هیزشو بدل کنه به نوازش های پدرانهی که برای تسلی دخترشه و نوازش های پدرانه رو بدل کنه به هرزه گردی رو تنی که سالها منتظر بوده تا بشکفه. وقتی برادرم رفت مادرم انقدر پیر شد که یادش رفت یه بچه دیگه هم داره. چشماشو بست رو همه چیزو تو سکوت ابدی فرو رفت. معصومه خانوم میگفت مادرت شوکه شده، لکنت گرفته، تک پسرش بود، خدا بهش صبر بده، تو دیگه خودت خانومی شدی، باید خونه رو بگردونی، باید حواست به آقات بیشتر باشه. معصومه خانوم معصومه خانوم معصومه خانوم معصومه خانوم معصومه خانوم معصومه خانوم میدونم که خواب نمیبینم، میدونم این یه کابوس نیست، میفهمم که فرو رفتن تو سیاهی استعاره نیست، میدونم این زبانی که من دارم باهاش حرف میزنم حتی متعلق به طبقه من نیست. قصه زندگی منو هیچ کس نمیشنوه، هیچ کس نمیفهمه، چون قرار من دفشم تو عمق فراموشی. میلیون ها انسان مثل من از بین رفتن و هیچ کجای تاریخم به روی خودش نیوورد. این چیزی هم که میبینین یه شخصیت خیالیه تو ذهن یه آدمی که فکر کرده اگه همچین قصه یا بگه میتونه زخمای منو نشون بده، ولی نمیدونه که همه یه سواد آب کشیدش و کتابهایی که به خوندنش افتخار میکنه و دک و بزش و جد و آبادش هم نمیتونن تنهایی منو بفهمن. این زبان من نیست، این تجربه من نیست، دروغه. نمایشه، نمایشه. اما بعدم نمیاد که دارم اینجوری حرف میزنم. اگه اینجوری صدام تو گوشه یه سری زنگ بزنه باز میشه حداقل حداقل چی؟ حداقل خوشحال بود که اینجوری صدات به گوشه یه سری رسیده و شاید بهش فکر کنن و اگه یه جایی یه زمانی با این اتفاق روبرو شدن بتونن یه کاری بکنن. چی کار میتونن بکنن جز حسرت خوردن به حال وضع موجود و سر تکون دادن و گفتن این که عجب اوضاعیه. حداقل میشه به این امیدوار بود که اینجور مشکلات بازگو میشن و در قالب فرهنگ و هنر اطلاع رسانی میشن و همه میفهمن. حداقل میشه به این راضی بود که با بالا رفتن آگاهی عمومی اینجور اتفاقات کمتر تکرار شه؟ کدوم آگاهی؟ کدوم عمومی؟ اصلا همه این حرفا قبول وقتی که من نیستم دیگه به چه درد میخوره؟ رنجیو که من میکشم کی پاسخ میده؟ به من چه آیندگان میخوان چجوری فکر کنن یا چجوری زندگی کنن؟ به من چه بشر میخواد تا کجا پیش بره، چی رو بشکافه یا چی رو فتح کنه؟ این ربطی به جاودانگی نداره رفقا، دقیقا مربوط به همین حالاست، همینجا الان رو دارم میگم، الان. بعضی وقتا فکر میکنم شاید خودم قراره بشم اون صدایی که از عمق تاریکی
با سرعت زیاد ولی آروم آروم میاد میچسب رو گوشت و قراره همه زندگی تا آزارت بده. ولی حتی اینم هولناکه، پس هیچ حداقلی نداره، فقط یه داستانه. ولی داستانو باید تموم کرد. از خاک کشیدم بیرون، بیل زدم، شک کردم به خودم، به جهان، بیل زدم، بوی گندش زد بالا، دوباره خاک کردم، نشستم، سیگار کشیدم، فکر کردم، بیل زدم، بیل زدم، دوباره بوی گندش زد بالا، در رفتم، استفراغ کردم، دوباره برگشتم، بیل زدم، کشیدمش بیرون، تازه بود، میدونستم که تازه است. همون روز دفنش کرده بودن، زشت بود، باز شک کردم، خیره نگاهش کردم، نگاهم نکرد، چشماش بسته بود، چشماشو بسته بودن، همه ی جهان تاریک بود، هم این ور کره زمین، هم اون ور کره زمین. آره وقتی میگم شب بود یعنی شب بود، نمیخواد تخیلتونو به کار بندازین، خب شب بود. انداختمش رو دوشم، سنگین بود، درد پیچید تو سخونام، کمرم خم شد، ولی ادامه دادم. من اون جسد رو از زیر خاک بیرون کشیدم و با خودم آوردمش. راه زیادی رو گفتم، راه تموم نمی شد، هیچ کس نبود، من بودم، شب بود، ستاره ها کم نور، خاک بی حوصله بود زیر پام، باد نمیوزید، سنگین بود، به اندازه تمام تاریخ، به قدمت عمر انسان. نه بدبین بودم، نه خوشبین، فقط زیادی بود همه چیز، زیادتر از من، بیشتر از من، داشت سر میرفت، از پوستم بیرون ریخت، پرده گوشم رو پاره کرد، از دماغم پاشید، چشمام سوخت، لبام چسبید به هم، نفسم تند شد، فهم دوید دوید دوید. انقدر تون دوید که توی چشم به هم زدن همه ی خاک جهان رو پیمودم. دیدم دوباره همون جا، هنوز شب بود. وقتی رسیدم خونه دیدم رنگ دندونام مثل موهام سیاه شده بود، دندونای سیاه، چشمای سیاه، دستان سیاه و قلبی که خون سیاه میریخت تو رگهای سیاه. دیگه فکر نکردم، دست به کار شدم، دیگه هیچ وقت فکر نکردم، با سرعتی بیش از اندازه هر سرعتی کار کردم، منجمد کردم، یخ بست، یخش آب شد، شکافتم، بریدم، تو شخالی کردم، دل روده ها رو کشیدم بیرون، ام آوحش ها رو، گند و کسافت و سخون ها رو جدا کردم، جوشوندم، شستم، خوش کردم، تندیسش رو ساختم، توش رو پر کردم، چیدم، سنجیدم، اندازه گرفتم، وز کردم، دوختم، لباس تنش کردم، موهاشو شونه کردم، گذاشتمش جلوم، روی صندلی، یکی، دوتا، ستا، زیاد، زیاد، زیاد. من بالاخره ساختم یه چیزی که شبیه هیچی نبود. حالا دیگه من یه خانواده داشتم، یه خانواده واقعی، یه خونه گرم، با آدمایی که دوستشون داشتم، با آدمایی که دوستم داشتن.
نه کسی به کسی دروغ گفت، نه کسی کسی رو تحقیر کرد، نه کسی با کسی بد شد، نه کسی به کسی اخ کرد، نه کسی سر کسی داد زد، نه کسی با کسی دشمن شد، نه کسی کسی رو کشت، نه کسی به کسی خیانت کرد، نه کسی کسی رو ترک کرد، نه کسی درد کشید، نه کسی گریه کرد، نه کسی مرد. تکثیر شدیم زیاد و زیادتر و بیشتر، گسترده تر و جرف تر، قوی تر و سخت تر. انقدر زیاد شدیم که دیگه خونه برامون کوچیک شد. رفتیم تو حیاط، رفتیم تو زیرزمین، رفتیم بالا پشت بوم، رفتیم تو کوچه، رفتیم تو خیابون، رفتیم تو میدون، رفتیم تو فروشگاه، رفتیم تو اتوبوس، رفتیم تو مترو، رفتیم تو ورزشگاه، رفتیم تو کوه، رفتیم تو جنگل، رفتیم تو بیابون، رفتیم تو قلب جهان. رفتیم سفر، سفر به آسمون، سفر به ماه، به دور، خیلی دور. از اون دور دوران نگاه کردیم پشت سرمونو. تا چشم کار میکرد همه جا، همه چی، همه کس. یادم نمیاد دیگه، هیچ کس یادش نیومد دیگه، هیچ کس دوست نداشت که یادش بیاد دیگه، هیچ کس یادش نیومد که یادش رفته، با سر و صدا رفته، با رنگ ها رفته، با تصاویر رفته، با نقش ها رفته، با یاد ها رفته، با عشق ها رفته. اصلا کسی یادش هست که امروز چندم تیر ماهه؟ بعدش چی شد؟ بعدش چی شد که نفهمیدیم قبلش چی شد؟ راستی قبلش چی شد؟ قبل از قبلش چی شد؟ قبلترها. ولی من میخوام بدونم بعدش چی میشه. میخوام بدونم خونی که از رگان فواره میزنه بیرون چند تا دریاچه میسازه. میخوام بدونم مغزم که از سرم میپاشه بیرون چند تا درخت میسازه. میخوام بدونم قلبم که از سینم میتابه بیرون چند تا کوه میسازه. میخوام بدونم با این دستام میتونم رو همه یه دره ها پل بزنم. میخوام بدونم بعدش چی میشه. الان میان میبرنم، الان دیگه آقام برمیگرده خونه، میاد و جسد مادرم رو میبینه که وسط اتاق افتاده. شوکه میشه، میترسه، زبونش بند میاد و به این فکر میکنه که چجوری منو از این ماجرا خلاصم کنه که هیچ وقت دستم نده. به این فکر میکنه که مادرمو تیکه تیکه کنه و ببره سمت قبرستون دفن کنه و از اینجا اسباب کشی کنیم و برای همیشه منو ببره به یه جایی که حتی یه پنجره یه رو به دیوارم نداره. هی به من نگاه میکنه، من به مادرم نگاه میکنم، مادرم به سقف نگاه میکنه، چشماشو از رو من میندازه رو مادرم و من نگاه به اون میکنم و مادرم باز به سقف نگاه میکنه، تا احساس میکنم آقام دوباره نگاهشو میخواد بندازه رو من. سری چشمامو میندازم رو فرش، از اونجا پرتش میکنم رو مادرم. مادرم به سقف نگاه میکنه، آقام از پایین نگاهشو میکشه رو همه تنم و همینطور آروم میاد بالا تا صورتم. با اینکه سرم پایین و دارم به مادرم نگاه میکنم، نگاهش که به صورتم میرسه لرز همه تنم رو میگیره، همینطور زل میزنه به من و من مجبور میشم زل بزنم به مادرم و مادرم که خیلی وقت زل زده به سقف. یه قدم میاد جلو، میفهمم که مضطربه، ولی یه قدم میرم عقب.
دوباره به مادرم نگاه میکنه تا خیال من راحت بشه که حواسش پرت شد و من نگاه به اون کنم و اون سری نگاه منو بدوزه، چون میدونه وقتی تو چشمش نگاه میکنم از درد خشکم میزنه و میتونه بی صدا شکارم کنه. برای همین نگاهش نمیکنم، انقدر نگاهش نمیکنم تا از بازیش خسته شه و بالاخره بیاد سمتم. یه قدم میاد جلو، میفهمم که مستصله ولی عقب نمیرم. دیگه به مادرم نگاه نمی کنه، من دیگه بهش نگاه نمی کنم، به مادرم هم نگاه نمی کنم. باز میاد جلو، من بیشتر می لرزم، یه چیزی از تو وجودم شکل می گیره و همه ی رگام رو متورم می کنه. دستام سرد میشن و محکم می چسبم به دسته پلاستیکی. پاهم دیگه تا به ایستادن ندارن و زانوهام یواش یواش خورد میشن. نگاه می افته رو انگشتای پام، باهاش میاد تو دیدم و اون دوتا ماره وحشی پنج سر که میچسبن دور بازوهام، رشه میفته به جونم و آرنجم میشکنه. دستم داغ میشه و همه تنم جون میگیره و سلول هم دوباره نفس میکشن و مارای پنج سر که از دور بازوهام جدا میشن. بازم نگاهش نمی کنم تا وقتی که جلوم زانو می زنه. سرم پایینه، سرش بالاست، تعجب کرده، شوکه شده، لکنت گرفته، وحشت زده است، باور نمی کنه، داره می میره. نگاه می افته به چشماش، موی رگای چشماش دونه دونه پاره می شن و رنگ سرخ می دوه رو مردمکاش. نگاه هم می کنه یه جوری که انگار میخواد ببخشمش، انگار میخواد بهش فرصت بدم. وحشت نگاهش بدن میشه به مهر پدری و میخواد خانه هم کنه که گناهی نداشته. ولی من چشمامو نمیدازم و خیره میشم تو چشماش، نمیذارم فکر کنه که پشیمونم، که ترسیدم. خیره میشم تو چشماش که ببینه جرأت دارم نگاهش کنم و حاضر نیستم ببخشمش، که بفهم این قاطعانه ترین تصمیمیه که تو همه زندگیم گرفتم. پشم شروع میکنه به درد گرفتن و همه ستون فقراتم دونه دونه صدا میکنن. پوسم کش میاد و کش میاد و کش میاد، یه همیش گفت و دوتا بال مثل دوتا دست راه خودشون رو به بیرون باز میکنن و انقدر بزرگ و بزرگ میشن که همه یه سقف خونمون رو خراب میکنن. رو سرم شروع میکنن به بال زدن، بال میزنن تند تند، یه ها از جام کنده میشم و جدا میشم از خاک و خون. باد میخوره تو صورتم و آسمون بهم چشمک میزنه، افق منحنی میشه و آفتاب چنگ میندازه رو زمین. آروم آروم سرشو میاره بالا و خیره میشه تو چشمام. مردمکام میسوزه و موام آتیش میگیره و خون از شقیقه هم فواره میزنه و یهو یه مار از بالا میاد و گره میخوره دور گردنم. با دستام زور میزنم تا مارو از دور گردنم باز کنم، اما هرچی زور میزنم محکمتر میشه. بالهام تون تون به هم میخورن و از هم باز میشن. نفسم بند میاد و دستم رو دراز میکنم تا شاید گره بخوره به یه چیزی که منو جدا کنه از این هیولایی که داره خفم میکنه و میخواد روح منو با خودش به دوزخ ببره. همون موقع یه صدایی از تو دل نور با سرعت زیاد ولی آروم آروم میاد میچسبه رو گوشم.
صدایی که نوتش، رنگش، لحنش، حجمش، تیزیش، دردش با بقیه صداها فرق داره. یه صدایی که هیچ وقت تو همه زندگیم نشیدم. نمیتونم بفهمم داره بهم چی میگه. نمیتونم بفهمم داره تهدیدم میکنه یا آرومم میکنه یا میخواد نجاتم بده. اما وقتی به گوشم میرسه همه چیز تاریک میشه.